با ادامه گذشته از فرهنگ جامعه جغرافیایی اثر ریچارد بروکس لندن سال 15 پانزده میلادی افغانستان یک مملکت آسیایی که از کوههای تاتار تا بحیر عرب و از اندوس تا حدود پارس گسترش دارد باشندگان این قلمرو وسیع الفبای نوشتاری ندارند و با زبان خاص خودشان صحبت می کنند. آنها یک نژاد سرسخت و قوی بوده و در کل مطاد به جنگ غارتگرانه آداب و رسوم آنها شبیه گستاخی و اشیانه است. آنها نسبت به مشاغل زندگی مدنی اظهار تحقیر نموده و در بین همه مسلمانان رعایت ناکننده ترین فرایز دینی را لباس عمومی آنها متشکل از یک پیراهن دراز در بالا یک تنبان دراز و تنگ است یک واسکت پشمی چسبیده تا کمر آنها بوده و یک کلاه بلند پارچه یا پنبهی اغلب یک رنگ و مخروطی با دو شگاف موازی کوچک در لبه رویان است شهرهای امده افغانستان عبارت از قندهار و کابل است که اولی پایتخت بود اما دربار شاهان بعدی و موجود در کابل قرار دارد در سالهای عبده بیست میلادی یک نیروی افغان بالای پارس تهاجم نمود اسفهان را اشغال و سلطان حسین را اسیر کرد آنها اختیار اسفهان و استانهای جنوبی را برای ده سال در اختیار خود داشتند تا اینکه توسط نادر قلی که در اروپا با نام قلی خان شناخته می شود در چندین جنگ شکست خورده و از مملکت رانده شدند نادر پس از خلی آقای خود شا تحماس قنده ها را محاصره و اشغال کرد اما پس از آن شمار زیادی افغانان را داخل نیروی خود کرد که سربازان مطلوب او شدند انگام قتل نادر در سال 1747 میلادی فرماندار نیروهای افغان با آن که مورد حمله جدی پارسیان قرار گرفت با مملکت خود عقیب نشینی کرد و خود را با عنوان احمد شاه حاکم مستقل قلم روحای افغان اعلان نمود. او در سال 1773 سی میلادی توسط پسرش تیمور شاه جانشین شد و بعد زمان شاه حاکم کنونی جانشینی گردید. معلومات امین فرهنگ در سالهای های شست و دو الا میلودی. یک میلودی کابل یک شهر بزرگ آسیا در هن و پایتخت کابلستان است که دارای دو قلعه مستحکم و چندین قصر می باشد این شهر امرا را با ولایت آن انگام ترک بقیه فتوحات قلی خان در هن در سال عبده سی میلودی توسط مغول بزرگ به او واگذار شد این شهر در رای لاهور و سمرقن قرار داشته و در حدود 100 میل در شرق قندهار پارس قرار دارد کابلستان یک ولایت آسیا که قبلا در قلم را مغل بزرگ قرار داشت اما حالا مربوط پارس است در شمالی آن تاتار در شرقی آن کشمیر در غربی آن زابلستان و قندهار و در جنوب آن ملتان قرار دارد این مملکت بسیار راسل خیز نیست اما از نگاه تجارتی غنی است کابل وای تخت آن است قندهار یک شهر بسیار ثروتمند تجاری در آسیا و مرکز ولایتی به همین نام در هند با گرگ است این تقریبا یگانه گذرگاه پارس به هند از راه زمین بوده و حالا مربوطه پارس است. از نگاه موقعیت بسیار قوی بوده و از هر سو با دیوارها و ها محدود شده است. قندهار یک ولایت آسیا که در شمال با بلخ، در شرق با ولایت کابل، در جنوب با بکر و سجستان و در غرب با ولایت پارس محدود می شود. معلومات امین فرهنگ در سالهای ۴ شش ملودی کابل یک ولایت هندوستان که در غرب آن پارس در شمال آن هندوکو در شرق آن کشمیر و در جنوب آن قندهار قرار داشته و تابع شاه قندهار است کابل پایتخت ولایت کابل و قلمرو شاه قندهار است در پای هندوکو قرار دارد که سرچشمه اتک است در هند از سمت تاتار شناخته می شود چنانچه قندهار در رابطه به پارس است قندهار یک شهر غنی تجارتی آسیا و پایتخت سلطنتی به همین نام است در اوج امپراتوری های پارس و مغول قلعه سرحدی هندوستان به سوی پارس بود کلید استانهای های غربی پارس محسوب بوده و اغلب آقایان خود را تبدیل می کرد اما از نگاه موقعیت بسیار قوی بوده و توسط دیوارها و ها احاطه شده است در 145 میلی جنوب غرب کابل موقعیت دارد قندهار یک سلطنت آسیا در بین رود اندوز و پارس که در شمال آن کابل در شرق آن لاهو در جنوب شرق آن ملتان و در غرب آن پارس قرار دارد قلمروهای شاه این مملکت در غرب تا جوار شهر ترشیش و شمول کابل پشاور غزنی غور و سجستان و خراسان امتداد دارد یک مسیر نه از طول 650 میل که عرض آن نامعلوم است او در جانب شرق اندوس قلمرو کشمیر و نواحی بالای اتک را در اختیار دارد این ممالک در مجموع به نام ممالک عبدالی نامیده می شود. احمد عبدالی مؤسس این سلطنت در اصل رئیس قبلی افغان به نام عبدال بود که کشورش در سال عبدالسیون توسط نادر اشغال گردید. با مرگ نادر او در میان ادبای سابق خود ظاهر و سلطنت وسیع در مناطق شرقی پارس و غرب اندوس ایجاد کرد. از فرهنگ پرسی عربی و انگلیسی اثر جان ریچاردسون لندن سال شش میلودی صفحه 87 افغان با معنی ناله و فریاد و هم یک نژادی که مدت در کوههای میان قنده ها و رود اندوز زندگی دارند میباشد آنها پیش از این فاتحان و فرمان روایان هندوستان بودند تا این که توسط خانواده مغول تیمور یا تیمور لنگ سقوط داده شدند. شماره آنها هنوز بسیار زیاد بوده و از قبایل بسیاری تشکیل شدهاند که ادعا دارند نسب مشترک بنی اسرائیلی دارند شای قندهار یک افغان بوده و از قبیله عبدال است هنوز برخی از سران قدرتمند افغان در اندوستان به ویژه در دکن وجود دارند که فقط اطاعت اسمی از نظام دارند آنها میگویند که اولاد یهودیان اسیره بابلند آنها به نام پتان و روحی نیز نامیده میشوند، شوند فرهنگ ریچاردسون در چاپ نخست خود در سال عبده افتاد میلادی چنین می نویسد افغانیانی نالا و فریاد و هم یک مردم وحشی باشنده که های میان قنده ها و روده اندوس می باشد. از ماهده انگلیس و پارس مورخ دوازده مارچ سال اجدن و میلودی ماده چهارم در صورتی که قلم روهای حضرت برطانیه در هند توسط افغانها یا قدرت دیگری مورد حمله قرار گیرد شاه نیروی برای محافظت قلم راه های متذکره مطابق شرایط معاهده فراهم می کند. مادی افتم در صورت جنگ میان شاه پارس و افغان ها شاه برطانی مداخله نمی کند. مگر این که هر دو جانب خواستار میان جیگریه آن شوند. صفحه سی در سالهای 1799 و 1800 میلادی اندوستان مورد تهدید تهاجم زمان شاه قرار گرفت و در میان سایر تدابیر برای جلوگیری از این خطر فرستادن یک حیات به پرس بود از سفرنامی میره الله ترجمه پروفیسر لالزاد صفحه 65 ولایتی که در آن تاشکند واقع است ترکستان نام دارد صفحه افتاد افت و کل کشور به تعدادی از پادشایی و دولت های مستقل تقسیم شده که در جنگ های دائمی با یک دیگر قرار دارند ماورا و نهر که کشورهای واقعی در ساحل راست یامو با آن شناخته می شود در بین چند حاکم تقسیم شده است که قدرتمندترین آنها میر حیدر پادشاه بخاراست تعداد ارتش او با شمول نیروهای نامنظم حدود صد هزار سوار است در رتبه بعدی عمر خان امیر فرغانه قرار دارد در رتبه سیوم محمود خان والی اویر تپه است پس از اون نیاز لیبی شهر سبز است در رتبه پنجون حاکم حصار و پس از اون مراد و دوست محمد بیگ آکمان قبادیانند سپس الایار بیگ رئیس قرغان است قبایل کوچکی مانند قزاق، قرقلپاق و قرغز و غیره هیچ حاکمیتی را به رسمیت نمیشناسند چند شهر اسلامی مانند یارکن، اقسو و ترفان و خطن و غیره در تسخیر چینی هاست در سمت چپی آمو قلم را خارزم قرار دارد که شهر اصلی یا نور گنج است این کشور توسط محمد رحیم خان اداره می شود بلخ مربوط کابل است که در آن یک والی افغان به نام نجیب الله خان منصوب شده است اما قدرت واقعی در اختیار میرقلی چلی خان اطالیق است که کل قلم رو توسط او اداره می شود والی اندخوی پسر رحمت الله خان افشار است قندوز و شبرغان و هم ترکمنهای های میمن زیر نظر روسای جداگانه قرار دارند بدخشان که پای آن فیض آباده است متعلق به میر محمد شاه است که ادعا می کند از تبار اسکندر مقدونی است شغنان در نزدیکی بدخشان تحت حاکم جداگانه قرار دارد همه این حاکمان در دشمنی و اختلاف دائمی با یکدیگر قرار دارند یکی از دلایل دیگر ناتوانی این کشور در مقابله یا مقاومت در برابر متجاوز همین واقعیت است که یکصد دست مردم تجربه در جنگ واقعی ندارند و عملیات آنها همیشه محدود به عملات غارتگرانه علیه افراد ضعیفتر از خودشان بوده است صفحه یک بلخ حالا متروک شده و صرف حدود سه هزار خانه دارد باشندگان یا نزبک ها و تاجیک ها و نوادگان یا نوان هایند که در روزهای سابق از کشورشان مهاجرت کردن آن توسط کابل تعیین شده که نجیب خان نام دارد و پدرش نیز حاکم سابق بوده است صفحه 99 در ساحل چپ جیهون تپهی وجود دارد که هنوز بقایای های قلعه ایمار شده توسط اورنگزیب جهانگیر دیده می شود و در پوینیان آن قلعه ای که توسط شاه بی ساخته شده که هنگام مقابله با تیمورشاه شاه کابل خراب گردید صفحه 111 سردار نجیب الله خان دورانی پسر حکومت خان سرکانی توسط شاه کابل تعیین شده است قدرت واقعی در دست میر چلی خانه خان خلم است در آمدی فیلی بلخ سی هزار روپی است که یک سو میان توسط میر چلی بیگ برای حاکم بلخ تین شده و بقیه بگونه مساویانه در بین کهنه نوکر و ازبیک های همسایه تقسیم می شود این دو طبقه برای مراقبت خود مقدار زمین های بدون اجاره نیز در اختیار دارند کوهن نوکرها و پادگانی اصلی افغانی بلخ در زمان احمد شاه دورانی وظیفه آنها دفاع از بلخ است. صفحه 126 بوت در یک دره قرار دارد. در دره پانزده روستای محکم وجود دارد که ساکنان آن نظاره ها و تاجیک ها هن. قاضی کنونی کازم است که توسط کابل تعیین شده است. برای هر اسب کاروان از ترکستان به کابل دو روپیه گرفته می شود کاروان هایی که از کابل به ترکستان می روند مجبور به پرداخت دو روپیه برای اسب نیستند از جغرافیای امپراتوری پارس اثر مکدونالد کنر لندن سال 1803 میلادی صفحه 169 خراسان اکسوس و بلخ مرزهای ولایت وسیع خراسان را در شمال شرق و شرق کابل سیستان در جنوب و استانهای عراق از و دهستان در غرب می سازد مشهد پایتخت بخش پرسی خراسان است. بلخ ولایت بلخ استان باستانی بکتریا که قبلا داخل خراسان بود در شمال شرق توسط اکسوس در شرق توسط کندوس. در غرب توسط خراسان و در جنوب غرب توسط کوههای زاره و دولت های مستقل میمنه محدود شده است از مایده انگلیس با شاه پارس در مورد تعدیل مواد ماهده منقده سال 1812 و 1814 میلودی مودی اشتم اگر ها وارد جنگ با برطانیه شوند علاو از ارتشی را در هماهنگی با حکومت برتانیه با مقابل آنها ارسال خواهد کرد ماده نهم اگر جنگی در بین افغانها و ها اعلام شود حکومت انگلیس در آن مداخله نخواهد کرد مگر این که هر دو جانب خواستاری میان جیگریه آن شوند از فرهنگ جغرافیایی هند شرقی اثر والتر همیلتون سال 1815 میلودی صفحه یافت افغانستان افغانستان منطقه گسترده در غرب دریای سند است که از شهر قندهار تا اندو ادامه دارد کوههای این کش در شمال غرب آن را از ولایت بامیان پارس جدا ساخته است در شمالیان کافرستان و در جنوبیان بلوچستان قرار دارد دریای اندوس مرز شرقی و ولایت سجستان پارس مرز غربی آن را تشکیل می دهند شمار زیاد ولایات مجاوریان گهگاه تابعی آکمیان بود اما منطقه بومی قبایل افغان در داخل این محدوده قرار دارد کابل و قندهار دو ولایت امدیان است که به نواحی زیادی تقسیم شدهاند منطقه افغانستان اصلی که توسط بومیان آن به نام پشتونخوا نامیده می شود در مجاورت شهرک پشاور قرار دارد نایی اشتنگر یا اشنغر در مرکز افغانستان قرار دارد و در اوایل عصر اسلامی به نام روح نامیده می شد که از آن نام روحیله اشتقاق شده است ننگرهار نام یک منطقی گسترده یا بیاری شونده توسط نه جویبار کوهی است که به دریای جلال آباد می ریزند. منطقه ننگرهار غیر منظم و ناهموار است با آن که کوههای بسیار بلند ندارد. در آزای آن حدود 90 میل از شرق به غرب پهنای آن از کجه تا دریای لغمان حدود سی میل است. باشندگان آن نمدتا افغان ها و تاجیک ها هن. مرکز باستانی این منطقه آدینپور است. اما چون سب و و دور از دریای اصلی بود شهرک جلال آباد در شاهرهای بزرگ از قندهار به پشاور بنیاد نهاده شد افغانهای باشنده ننگرهار عمدتا مربوط قبایل محمد و خوکیانی و زیان. از جمله اینها قبیله محمد که دارای دو شاخه ترکزی و بلزی است پرنفوس و قوی است این منطقه حالا در نقشه ها به نام کامه و لمغانار نشان داده شده و شامل شهرک های آدینپور سرخاب و جلال آباد می باشد واجی تاجیک در زبان مغلی به معنای دهقان بود اما توسط مغولان به صورت عام به بومیان پارس اطلاق می شد کسانی که دارای منشه عربی و مغلی نباشند نژاد افغان ها در اندوستان به صورت عام به نام پتان ها یاد می شود که ریشه آن چندان معلوم نیست قبایل موجود افغان بسیار زیاد است اما امده آنها لودی و سور و سروانی و یوسف زی و بنگش و دلزاک است افغان ها از نگاه بهترین مورخان پارسی کسانی هستند که منشه یهودی دارند و سر ویلیام جونز زبان آنها را لحجه از کلدوی کتاب مقدس دانسته است. باشندگان افغانستان علف نوشتاری خاصی ندارند اما زبان آنها از اقوام اطراف آنها متمایز است. افغانها در برخی تاریخ های آسیا به عنوان تاتارها گفته شده اند اما آنها از نگاه شخصی و رفتار یا لحجه شباهتی با این مردم ندارند. آنها یک نژاد مقاوم و تنومندند و به دلیل اعتیاد به جنگاوری غارتگرانه نگاه حانت آمیز محکم به مشاغل زندگی مدنی دارند نان گندم و جو و شیر و مسک و پنیر غذای معمولی آنهاست افغانها را در سراسر هندوستان با بدترین صفات میشناسند و آنها را با عنوان وشی، خون و, شام و خیانتکار مردود میدانند اما چون یک نژاد شجاع و سرسختن مورد توجه قدرت های بومی قرار دارند تا از آنها به عنوان سرباز یا اجیر استفاده کنند در شهرها و شهرک‌های های افغانستان عمدتا هندوان و مسلمانان سنی پنجابی زندگی دارند که توسط شهزادگان پیشین هندوستان ساکن ساخته شدند تا تجارت و مدنیت را ترویج نمایند شمار زیادی دارای منشه پرسی و تاتوری نیز در بخشای مختلف این منطقه پراگندند. اولی ها به نام پرسیوان و دیگران مغل ها نامیده می شوند اما هر زبان پرسی دارند. افغانها دین اسلام را از فاتحان تاتوری خیش آموختند و مانند آنها سنی اما به هیچ وجه در رعایت مراسم مذهبی خود محکم نیستند و منطقی آنها مهد شمار زیاد مرتدان بود که با شمشیر گسترش یافتند ماهیت حاکمیت آنها استبدادی است اما وقتی توسط برخی قدرت های یا شهزادگان حاکم مقید نباشند با جوامع پراگنده تقسیم می شوند و مشابه حکومت فیودالی برخی مناطق افغانستان در صده نهم توسط خانات سامانی بخارا تسخیر و شامل قلمرو تاتاری خراسان گردید و یکی از رؤسای تابع آنها با عنوان حاکم غزنی تعیین شد اما به نظر نمی رسد که بخشای شمالی آن تا سلطنت محمود شهزاده دوم غزنویان موتی شده باشد که تسخیر افغانستان را تکمیل کرد هیچ گزارش اساسی از منطقه افغان ها تا سال 997 وجود ندارد تا این که سبکتگین یکی از رواسای تاتوری خراسان کتابی منصور سامانی یعنی خان بزرگ بخارا بود حاکم منطقه شد از وابستگی خود دست کشید فتوات خود را تا افغانستان گسترش داد و غزنی را پایتخت خود ساخت سلطنت غزنوی ها توسط محمود پسر سبکتگین گسترش یافت و شامل بخش زیادی از پارس و اندوستان شد این سلطنت حدود دو سل و افت سال شگوفان بود تا اینکه در سال یازده توسط محمود غوری افغان سقوط کرد این شهزاده ملکیت های خود در غرب را در اختیار غلام مطلوب خود به نام ایلدوز گذاشت که به زودی توسط شهزاده پرسی خارعزم سقوط داده شد و جانشین او جلال الدین توسط چنگیز خان اخراج گردید از این زمان تا تهاجم تیمور لنگ تاریخ افغان ها در پرده تاریکی قرار دارد در سال 1561 میلادی فرشته میگوید که محمود یک شای پتان مغول ها را از غزنی بیرون کرد و امپراتوری هندوستان را زم خود ساخت این ممکن است در زمان تهاجم تیمور در سال 1398 باشد وقتی که بخش شمالی افغانستان یک ولایت مغل شد پس از مرگ تیمور وقتی امپراتوری مغل در سمرقند فرو پاشید می توان فرض کرد که توسط روسای بومی تا سال 156 میلادی اداره شده باشند وقتی که امپراتور بابر کابل و غزنی را گرفت و قندهار تا مرگ اورنگزیب در منازعه قرار داشت او در سال شانزده افتالشت میلادی افغانها را ماسره کرد که پس از آن اطاعت اسمی وجود داشت در حوالی سال عبده بیست میلادی افغانها زیر قیادت رؤسای بومی خود پارس را اشغال کردند اما در سال عبده سی و میلادی توسط نادرشاه اخراج و قلمرو خودشان اشغال گردید نادر پس از تسخیر دهلی در سال ابدسیونو افغانستان را زمیمه امپراتوری پار ساخت انگام قتل آن امپراتور در سال ابد احمد شاه عبدالی قلم روی افغان ها را اشغال کرد و پس از لشکرکشی های طولانی و دشوار در سال عبد سه میلادی درگذشت. او با یک پیروزی قاطع و خونین در سال 1761 از پیشرفت مرحتهها جلوگیری کرد که اخراج کامل شهزادگان مسلمان در اندوستان را تهدید میکرد تیمورشا جانشینی او شد و در اوایل سلطنت خود مجبور گردید که لاهور را در اختیار سکها رها سازد او در شرق اندوس ولایت کشمیر تا ناحیه اتک و بخشای ملتان را در اختیار داشت و از امیران سن خرات می گرفت و همچنان بخشای زیاد خراسان به شمول هرات، تا مجاورت نیشاپور را در اختیار داشت تیمور شا پس از 19 سال سلطنت در سال 1792 درگذشت و 19 پسر بر جای گذاشت او برای همایون پسر بزرگش حاکمیت حرات و قنده و برای زمان شا کابل و باقی قلم افغان تا کشمیر و ملتان را داد. پس از آن او مایون توسط زمان شا و نابینا شد و زمان در سال عبده با یک نیروی 23 هزار سوار تا لاهور پیش روی کرد که باعث اجدار بزرگی در اندوستان گردید و عقب نشینی کرد. زمانشا در سال 18 دوی میلادی توسط برادرش محمود شا عزل و نابینا شد که اندکی بعد توسط شجاع الملک اخراج گردید او در سال هجده شورش نمود ارتش شجاع الملک در ناراحتی قرار داشت و اکثر روسایش او را ترک کردند محمد خان حاکم کشمیر با استفاده از این فرصت در سال هجده میلادی پرچم استقلال در ولایت خود را برافراشت و اطاعت نواهی دیگر که تشکیل دهنده امپراتوری افغان بود فقط اسمی از آن باقی مانده است صفحه 195. کابل یک ولایت بزرگ افغانستان است که در بین 33 و 35 درجه ارزل البلد شمالی قرار دارد کابل در شمال به کافرستان در جنوب به قندهار و بلوچستان در شرق به رود اندوز و در غرب به کوهای اندوکو و ولایت بامیان محدود است. عبول فازل این ولایت را در سال پانزده چنین توصیف کرده است. سرکار کابل در اقلیم های سوم و چهارم واقع است. در آزای آن از اتک بنار است تا هندوکو سد پنج است. پهنای آن از قرباغ قندهار تا چغان سرا صد کاس است. در شرق آن اندوستان در شمال غربی آن غور واقع است در شمال آن اندراب بدخشان و ایندوکو و در جنوب آن فرمول و نغر است صفحه دو قندهار ولایتی در افغانستان است که در بین سی و یک سی درجه ارزل البلد شمالی قرار دارد در شمالی آن ولایت بلخ در تاتار کوچک در جنوبی آن بلوچستان در شرق آن رود سند و بلوچستان و در غرب آن سجستان پارس قرار دارد با آن چی گفتیم مرزهای موجود آن کاملا نامشخص است و در سال 1582 توسط ابوالفضل الفضل این گونه توضیح شده است سرکار قندهار در اقلیم سوم قرار دارد در آزای آن از قلات بنجارت تا و غرجستان 300 کاس یا گروه و پهنای آن از سن تا فرا دو کاس است در شرق آن سن در شمالی آن غور و غرجستان در جنوبی آن سیوی در غربی آن فراه و در شمال شرقی آن کابل و غزنین قرار دارد صفحه سی غزنی یک ناهی ولایت کابل بوده و در بین سی و سی و سی و درجه ارزل بلده شمالی قرار دارد این ناحیه مانند سایر مناطق افغانستان بسیار کم جمعیت است شهرک های مهم غزنی عبارت از قرباغ و گردیز است غزنی یک شهر مشهور در ولایت کابل روزگار پایتخت امپراتوری قدرتمندی بود